عرض سلام و ادب دارم شاهین نجفی هستم یک بار دیگه در خدمتون هستم این بار به همراه وریا امیری عزیز در رابطه با سخنان عبدالکریم سروش پیرامون نشست جوشتان در شهر واشنگتن. بریا جان خسته نباشی امیدوارم همه خوب باشه ما در یک هفته گذشته بسیار خبرها و نکات مثبت و منفی زیادی در رابطه با نشستی که در دانشگاه جورجتان در شهر واشنگتن اتفاق افتاد که چند نفر از افراد در واقع سرشناس در حوزه های متفاوت ورزشی، بازیگران و نمیدونم سیاستمدار و وکیل و, و همچنین شاهزاده رضا پهلوی حضور داشتن و خروجی جلسه برحال از طریق رسانه ها مشخص شد معلوم شد که چه اتفاقی افتاد چه حرفایی زدن من پیش پیش میخوام بگم که به هیچ عنوان ما در این جلسه که جلسی که الان داریم به هیچ عنوان من نمیخوام وارد بشم و اون جلسه رو نقد بکنم یا در موردش اصلا صحبتی بکنم چه مثبت چه منفی به این دلیل که من فکر میکنم که زوده چون این یک نشست بوده یک گفتگوی دور همین در واقع بوده و هیچ به نظر من فکر سیاسی فعلا در موردش نمیشه کرد باید ببینیم که چه نتایجی میتونه داشته باشه یا میتونست داشته باشه که به نظر من باید زمان بدیم فعلا برای من مسائل سیاسی بیشتر مهم هستن تا جلسه هایی که میتونن اثرات سیاسی داشته باشن میشه در موردشون صحبت کرد ولی فعلا اما این جلسه ما قراره که در مورد صحبت های سروش صحبت بکنیم که چند وقت به چند وقت ایشون کفشار در میاره با مسجد می پر وسط صحبت ها و نظر میده و اشکالی هم نداره طبیعتا در برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک یک جامعه چند صدایی حتی کسی مثل عبدالکریم سروش که به هر حال دینی داره یا در جایی از تاریخ پس از انقلاب اسلامی 57 دخالت داشته و بعد از اون حالا بر حال به شکل های متفاوت رانده شده اونو میشه جداگانه در موردش حرف زد اما این آدم بر حال نظری داده و این نظره باید در مورد صحبت بشه و ببینیم که چه نتایجی داره چنین چیزی و چرا اصلا چنین حرفهایی رو کسی مثل عبدالکریم سروش میزنه اگه موافق باشی پیش از گفتگو ما یه 20 بی ثانیه حرفای ایشون رو بشنویم که در سخنرانی که در واقع توی یوتیوب مثلا که داشته ببینیم که چی گفته در واشنگتن در دانش راه جورجتاون جلسه ای بود و چند نفر شرکت کرده بودند که تقریبا بساط رهبری برای ایران پهن کردند و به گمان اینکه نامی در رسانه ها دارند فکر کردند که در دلها هم جایی دارند یکی <applause> از آنها که تا امتحان نداد و پا برهنه نشد او را به درون خانواده هنری نپذیرفتند چند تای از آنها که اصلا از عالم سیاست خبری ندارند در میانشون حتی یک پرچم ایران به چشم نمیخورد نامی از اسلام و دیانت قاطبه مردم ایران در میان نبود خب این صحبت های ایشون بود چند نکته اساسی در مورد این حرف ها وجود داره حالا یک سخنرانی یک ساعت است ولی ما طبیعتا در مورد یه بخش در موردش رو صحبت میکنیم اشاره ای که این آدم داشته طبیعتا به دو سه تا از شخصیت هایی بوده که در این جلسه حضور داشتن و البته به صورت کلی به همه اینها یعنی گفته که این افراد شایستگی نظر دادن در سیاست رو ندارن به این دلیل که سیاست رو نمیشناسن یا حداقل بخشی جدی از اینها سیاست رو نمیشناسند و بعد گفته اینها دور از ایران بودن و از جهت جغرافیایی هم در واقع دور هستن و به تبع از جهت فرهنگی هم دور هستن و سنت رو نمیشناسن دین رو نمیشناسن نمیدونن که مردم ایران مردمی دیندار هستن و همه صبح تا دارن نماز میخونن و قرآن به سر دارن عبدالکریم سروش ظاهرا از یک منظر دیگه یا یک منظری که مربوط به این سالها دیگه نیست چون قاعدتا کسی که جامعه ایران رو بشناسه جامعه 20 سال اخیر ایران رو بشناسه درگیرش باشه حتی اگر حضور فیزیکی نداشته باشیم میدون آقا با یک جامعه طرف هستیم که مرده فوش خار مادر کشیده به آخوندا و اینا شوخی ندارن وقتی که به آخوند داره حرف میزنه لایه بعدیش نسبت موضعی خودشون نسبت به دینم داره تعیین میکنه شما اگر قرار باشه که ما میخوایم الان آروم آروم ورود بکنیم کدوم بخش از صحبت سروش بیشتر در واقع ترسناک یا دردناک خواهد بود بدون اینکه بخوایم چون اینا باید اشاره بکنیم به هیچ عنوان ما قرارمون بر این نیست که بخوایم از عناصری که در این نشست شرکت داشتن دفاع بکنیم ما بحثمون نقد حرف های عبدالکریم سروشی بفهمیم کیه چی میخواد بگه اصلا بفهم خواهش میکنم من من حالا موضع من نسبت به افراد شرکت کننده در این جلسه چیست که بماند ولی نکته اینجاست که یک وقتی ما میام یک جلسه ای رو نقد بکنیم نظر منه آیا انصاف چی میگه آیا انصاف میگه که آیا ما به عنوان یک پدیده ای به این جلسه نگاه بکنیم خوب و بدش رو بگیم یا اینکه به گونه ای فقط نفرت پراکنی بکنیم من متاسفانه در سخنان آقای سروش نه فقط فقط این جلسه جاهای دیگه هم شبیه این رو دیدم چند تا موزه گیری عجیب غریب این چند ساله کردن یکیش در مورد قضیه ای آقای خمینی بود که ایشون رو با سوادترین رهبر ایران دانستند که حالا میشه بهش پرداخت تاریخ ایران که بعد سواد چیست آیا سواد ملا صدرا خواندن و نمیدونم شرع علم شرع دانستن و فقه دانستن و نمیدونم قرآن دانستن است یا اینکه آشنا به های جهان بودن آشنا به هنر بودن آشنا به نمیدونم های جد... جهان جدید بودند فرق پروتئین و ویتامین رو دانستن <تصفيق> <تصفيق> از <تصفيق> این نکته بود که همون یه جا محمد بعد از کرده بود از ایشون پرسیدم که از آقای خمینی که شما به نظر حالا موسیقی با ورم خوب آقا من اینا رو نمی‌شناسم خب آیا این بخشی از سواد هست حالا سوال من از خود جناب سروش اینه که شما چقدر تعلق به این جهان جدید دارید خود شما چقدر به جهان جدید تعلق دارید من فکر می‌کنم خیلی کم یعنی بخشی از سواد ما بس به این داره که ما جهان جدید رو چقدر میشناسیم ایشون یک دفاعی کردن از یک مدلی از حالا دفاع که نباید گفت یک نقدی دو سال پیش کردن بر حضرت محمد که من ایفیس ممکنه خوشحال بشم ولی واقعا من تعجب کردم که آقا شمایی که مدافع اسلام هستید شمایی که سالها از اسلام دفاع کردید چگونه پیام بر اسلام رو اینطوری خشن میدید خب این یه اشکاله پس در حقیقت یک عدم صداقتی وجود داره پس پس یعنی چی آخه, مگه میشه از شما من باید محمد رو اونگونه وقتی شما هم او رو اونگونه میدانید و هنوز موجه میدانید باور به دین رو دیگه این عجیبه و چند روز چند هفته پیش هم یک جلسه بود که از یک نوعی از معرفت شناسیشون دفاع کرد من واردش نمیخوام بشم که معرفت شناسی این که آقا اگر اوغلا یک چیز رو توافق رسیدن درسته یک مدل ورشکسته از معرفت شناسی که مربوط به چارسندس پی اس هست که اصلا قابل دفاع نیست من خیلی تعجب کردم و این مزهگیری آخرشون من میخوام به اینجا برسم که جدا از اینکه این افراد در این جلسه چه گفتن چه نگفتن این حرفای خوبی زده شد حرفای بعدی زد... فای بعدش نمیدونم یه سری حرفای کلی خوب زده شد ولی نکته اینجاست که وقتی شما یک سری افرادی رو میخواید نقد بکنید اگر ایشون میگفت آقا اینا شفافیت ندارن اگر ایشون میگو آقا اصلا اینا چرا اینجا نشستن ما هنوز شک داریم ما ن... همه اینا رو من میفهمیدم اینا ها نقد های درست است یعنی دلی... <تصفح> به شکلی میشه گفت که این آدم برخورد سیاسی نکرده با قضیه یعنی نتونستی بیاد نقد سیاسی جدی داشته باشه اشاره که کرده مهمترین اشاره هم که کرده اصلا؟ همین برخورد جنز... اینها با دین بوده میگه آقا چرا مثلا از دین چیزی نگفتید دقیقا من میخوام بگم که جناب عبدالکریم سروش متاسفم که این رو میگم من همیشه از ایشون خودشون اطرافیانشون خانوادهشون و پسرشون دوست بودم دفاع کردم هنوز هم دفاع میکنم از اینکه ایشون در نواندیشی دینی در ایران نقش مهمی داشتن دینداری رو در ذهن خیلی از ایرانیان ایشون تغییر دادن هیچ شکی درش نیست شکی در این قضیه نیست ولی نکته اینجاست که منی که همیشه به مخالفین گفتم که آقا دخالت ایشون در انقلاب فرهنگی یک قضیه شک برانگیز یک قضیه بوداریه ایشون هم نخواسته جواب بده فرار کرده معذرت خواهید و همه اینها رو میفهمم ولی با تهمت یعنی با انگوش گذاشتن روی انقلاب فرهنگی یک آدمی رو به لجن نکشید ولی این دقیقا کاری که ایشون اینجا کرد تو این جلسه یعنی شما استفاده کردید از یک رفتاری که یک شخصیت یک هنرمندی اومده به رهنه شده به هر دلیلی آیا دلیل شخصی بوده آیا دلیل غیرش اما آیا شما دل... متعلق به این جهان اونقدر هستید که بتونید تشخیص بدید به رهنه شدن آدم ها به معنی توفاله بودن و زباله بودن و پلید بودنشون نیست اصلا من, من, من بعید ب... میدونم که این آدم اصلا بحثی یا فهمی نسبت به مسئله بدن داشته باشه ما طبیعتا من خود من نمونه کسی بودم که همون موقع که این اتفاق افتاده بود برای گلشیفت فرانی من دفاع کردم بودم مشخص و شفاف هم دفاع کرده بودم حالا من اون موقع به این مسئله دقت نکرده بودم یا اساسا نمیخواستم بهش بپردازم که این به حال در راستای یک کار تبلیغاتی این اتفاق افتاده اما با این حال تغییر کردن یک شخص اصلا تو بگو کیم کارداشیان ما نمیتونیم بیایم خانم کیم کارداشیان به خاطر باسن بزرگش و حالا اون باسنی که ساخته شده مثلا بیایم تو تغییرش بکنیم بگیم آقا تو چون مثلا باسن اون یا نمیدونم لغ شدی یا فلان شدی تو دخالت نباید بکنی در سیاست یا نظر نباید بدی اگر کیم کارداشیان اگر کیم کاردشیان فردا بیاد و از دموکراسی حرف بزنه تا وقتی شفافیت داشته باشه ها تو من ممکنه به شفافیتش کی بدم بگم خانم کاردشیان اصلا شما از کی پول گرفتی اومدی این،, این حرف درست ولی اگر ما بدانیم که آقا کارداشیانی که آدم سطحی موسیقی که گوش میده سطحی فرهنگی که دنبال میکنه سطحی نگاهش به انسان سطحی همه اینا هست ولی آقا کاردشیان و طرفدارانش بخشی از این هستین بخشی از این جهان جدیدن جهان جدید نسل جدید یک کسی مثل در زندگیش از یا من حاضرم بپذیرم که کارداشیان هم میتواند از منظر خودش یک سخنی بگه یا نه یا متهمش میکنم به اینکه تو اندامت رو بیرون انداختی این یک نکته من میخوام ببینم که این این خیلی برای من یه دردناکه که فیلسوف ایرانی گیر کرده در ملا صدرا گیر کرده در کیمیای سعادت گیر کرده در گلستان سعدی گیر کرده در مولوی گیر کرده در ادبیات قرون وسطایی میخوام ببینم آقای سروش تا حالا یک بار شده کنار یک دست خانواده ال جی بی تی کیو بنشیند و ببین آقا اینا مادمن و کنارشون آقا تا شده تا حالا یه کسی با اون پیرسینگ های عجیب غریب و با تتو کنار شما بشینه و شما بهش نگاه بکنی ببینی جهان از منظر این آدم چگونه است و سعی بکنی درکش بکنی باهاش دستش رو بگیری با هم برقصین تا حالا شده تا حالا شده یه تو خیلی, با... تو ببین خیلی انتظارات عجیب غریب از اینا داری اینا ببین در یه سطح دیگه مرده اومده سخنرانیش دیگه گوش کردیم دیدیم دیگه یک کلمه که صحبت میکنه ده کلمه از دین و قرآن و خدا و این میگه یعنی در یک جای دیگه من فکر میکنم اصلا میتونیم بگیم که کسی یا کسانی مثل عبدالکریم سروش اینها دموکراسی هم براشون در همون معنای دینی در واقع تعریف میشه در یک جهان موازی دارن اصلا این, دقیقا. این صحبت ها رو تو بذار جلوی یه دونه بچه مثلا یه دونه جوون 18 ساله جلوی یه دونه آدم 20 خورده خوردی ساله اصلا نمیفهمه انگار یه آدمی رو از قلب تاریخ در آوردی و این نمیفهمه این چی داره میگه ادبیات یه ادبیات دیگه است بعد میخوایم فهم داشته باشه در مورد مثلا ال بی تی کیو اصلا مسئله فراتر از اینه ببین من احساس میکنم که سواد متاسفانه برای آقای سروش جور دیگری تعریف شده و ایشون فکر میکنه یک سواد اون چیزایی که گفتم کیمیای سعادت دانستن و سعدی دانستن و تاریخ اسلام دانستن از نظر ایشون سواد است و وجاهت علمی و معرفتی و اخلاقی به یک کسی میده و ایشون نمیدونه که در جهان جدید اگر شما جلوتون کد گذاشتن و شما این کد رو نمیتونی دو خطش رو بخونید دیشید یعنی سواد نداریم بخشی از خواندن این جهان جدید ارتباط اینه که شما با با صنعت با اینترنت حداقل با سوشال میدیا با با کامپیوتینگ یا آشنایی داشته باشیشون نداره چقدر ایشون از فیزیک میدونه از فیزیک این بخشی از سواد جدیده اگر من به شما بگم آقا فرق ام تیوری رو مثلا چه میدونم با ام تیوری تفاوتش با استرینگ تیوری چی آیا میدونید اگر من به شما بگم که آقای سروش همین فلسفه جدید مثلا مسئله وی رو. این چیزی که یعنی می میخوام بگم همین فلسفه مدرن قرن 21 که تو دیپارتمان های فلسفه جهان درس میدن چقدر شما یه پیپر فلسفه متافیزیک جلوتون بذارن چند تا رو میتونید جواب بدید اگر به شما بگن بگرد... یا در رابطه با هنر اگر مثلا. به آقای ب... نسبت به هنر جدید آقا به شما آقا با... فرق دیوید هکنی رو با چه میدونم این لوشن فروید شما میتونید بگید آقا این هنر این دو تا با هم چقدر فرق میکنه حالا اینم نمیگم آقا شما میتونید بگید چی شد که اصلا به نقاش های که اصلا احتمالا نگاه نمیکنه من میخوام بگم آقا این بره... آیا فهمیدید که جهان جدید از این بدن انسان رد شده از این داستان برهنگی شما دی... در جهان جدید زندگی میکنید باید بدونید این نسل زد چی میگه این نسل زد اصلا رد شده از این چیزا مسئله جنسیت براش قبول کرد اصلا یک چیز تمام شده است داره به گرمایش زمین فکر میکنه داره به حقوق الژی بی کیو فکر میکنه داره به حقوق ایوانات فکر میکنه داره به آینده ای که براش داره خراب میشه توسط دا سرمایه داری و جای جا دیگه به این سیستم های غيره. به این داره فکر میکنه شما هنوز درگیر پستانهای گلشیفته فراهانی هستید و این اشکال است این خیلی اشکال مهمیه مرد جهان جدید نیست آقای سروش متاسفانه و قهرمانش هم که به گونه انگار آقای خمینی نیست ایشون رو قرار میده این قهرمان رو در مقابل تمام شاهان ایرانی بابا خسرو پرویز افلاطون ارسطو میخونه میگه اینا رو براش ترجمه کرده بودن ایشون میخونه من میخوام ببینم آقای خمینی اگر بهش میگفتن آقا فرق همون موقع همین الانش به آقای سروش شما به فرق آقا این خانم ریانا با خانوم چه میدونم این که فوت شد جیدان چه موزیک خوبی هم داشت ایمی ایمی واین هست این این دوتا رو من دوتا موزیک میتونی بفهمی فرقی اصلا میتونی تشخیص بدی این دوتا با هم فرق میکنن من نمیگم بین گیتار دیوید گیلمر و گیتار چه میدونم اریک کلپتون فرقشو بگوها ولی میخوام ببینم می مثلا شما یه بار کنسرت راک تو عمرت رفتی میدانی جهان ها آدمای این این نکته, نکته درستیه به خاطر اینکه اینها یه تعلق خاطری به اون موسیقی سنتی اینها حتی به روند تغییرات و تطوری که موسیقی ردیفی ایرانی هم داشته باور ندارن و اون رو هم نمیفهمن یعنی الان اساتید موسیقی ردیفی ما دیگه مجبورن بیان مثلا برای یک کسی مثل شروین حاجی پور با این موسیقی برایه که خب یه موسیقی مدرن مربوط به غرب دیگه ربطی به ایران نداره که برای اون در واقع مجبورن اونا کف بزنن اما کسی مثل این به موسیقی اصلا کلا به جهان مدرن که میرسن لکنت میگیرن اینها در چاه دارن زندگی میکنن و اون چاه دقیقاً چاه فکر و ذهن خودشون هست. در همون موندن اونجا احساس امنیت میکنن و بعد بحث من یه چیزی من میخوام بگم وریا من وقتی در مورد کسی مثل سروش صحبت میکنم نه فقط در مورد این شخص ما در مورد یک جریان باید صحبت بکنیم و من به چشم دیدم و میشناسم که چگونه اینها در قعر دارن زندگی میکنن یعنی در اعماق هستن اعماق سیاه که در اون عین خامنه ای ممکنه آرزوی مرگ افراد رو بکنن عین نمیدونم هم نمیدونم م... استالین یا مثل هیتلر هنر رو از آنچه که هست حالا تو, ف... تو آلمان یعنی جمع... کلمه جالبی هست میگه انت انت آرتن کردم یعنی چیزی رو هنری رو از خیش انداختن برانداختن، انداختن ور انداختن در واقع یعنی اینکه تو اونو از هویت و آن چیزی که هست تخلیه میکنی حالا به واسطه های متفاوت یه کسی میاد صحبت دین نقد دین میکنه او این کافر است این فلان است که در مورد ما هم چنین چیزی گفته بود کافران نمیدونم مسلمان خار نمیدونم چی یه کسی میاد برهنه میشه به هر دلیلی اونو تحقیر میکنی یا یه کسی دیگه میاد میگه اونجا اسم برده گفته مثلا اون آدم پررو که اومده گفته که آقا موسوی باید بیاد فردا روز در فردای آزادی ایران بازخواست بشه اصلا ما به اون شخص هیچ کاری نداریم نمیخوایم بگیم اون کیه چه جوریه اصلا چه رفته آقا حرفی که زده درسته چرا ولی تو ناراحتی درست اصلا ایشون فکر میکنه آقای موسوی آقای موسوی انگار تاافتید جدا بافته است آقا ایشون بخشی از رژیم جمهوری اسلامی بوده چرا شما در خودش هم بوده برای اینکه خودش هم بگه اون مسئله انقلاب فرنگی و گذشتی اما ایشون پاسخ نداده به این قضیه فردا روز اگر موسوی ها قرار باشه که حالا به هر شکلی اینا قرار باشه بیان صحبت بکنن بازجویی بشن توضیح بدن کسی مثل سروش هم باید توضیح بده همون آدم پررو هم باید توضیح بده همه باید توضیح اصلا سیاست عرصه سیاست عرصه پاسخگویی و توضیح دادنه حالا اگر کسی منصبی داشته اگر کسی دخیل بوده یا شک بر این بوده که در جنایت دخالت داشته یا در نظم فرهنگی و اونجا دخالت داشته در پروپاگاندا دخالت داشته اینا باید بیان پاسخ بدن آقای سروش از چی میترسه چرا وقتی که اسم این داستان میاد پرکش میگیره دقیقا آقا در جورج یه دنش نشستن خب آقای سروش مه... استاد مهمان اونجا بوده در دپارتمنت دپارتمان اونجا استاد مهمان بوده حالا چرا انقدر ناراحت شده که اینها آمدن اصلا این نشست خوبی داشته بدی داشته آیا شد یک جمله شما بگید خیلی خوب حداقل یه دم کنار هم نشستن بالاخره یه نکته مثبتی یعنی و این اینطوری که شما گفتید فقط شد مسئله ای که تسنیم بیاد توی تایتلش بذاره یعنی شما شدید سخنگوی جمهوری اسلامی آیا بگونه ای می میتونستید این قضیه رو مطرح کنید که سپاه ازش بل نگیره چگونه است که شما بر ضد جمهوری اسلامی هستید ولی تنها خبرگزاری که سخن شما رو انعکاس میده خبرگزاری تسنیم است و دفاع شما این, 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 این نکته ببین نکته رو داشته باشیم نکته این نکته نکته مهمیه که ما روی صفحه نقد هستیم روی صفحه پرسشگری هستیم کنجکاوی هستیم شفافیت مبارزه با فساد مبارزه با دروغگویی و تقلب و جاه طلبی و فرصت طلبی و همه این واجه هایی که مربوط به این هستن که ما میخوایم در یک جامعه دموکراتیک چون نمیشه جامعه دموکراتیک باشه بعد فاسد باشه یا افراد فاسد باشن که اما کسی مثل سروش عبدالکریم سروش اگر میاد چنین چیزی رو در موردش حرف میزنه خودش باید پیشا پیش شفاف باشه و بعد باید یک مرزی یا حداقل یک گستری وجود داشته باشه بین تخریب بین دشمنی و آن چیزی که قرار اسمش نقد باشه آن چیزی که ما از عبدالکریم سروش در این سخنرانی دیدیم فقط و فقط فخش و دشنام و در واقع خراب کردن بوده نقدی ما ندیدیم و پرسش اینه چرا یک کسی که کار فلسفی انجام داده پژوهش کرده توانایی نقد ساختاری و سیستماتیک یک جلسه رو نداره پرسش اینه ببین نکته من پاسخ من اینه که آقای سروش متعلق به جهان جدید نیست آقای سروش ببخشید در جهان جدید جزء کم سوادها به حساب میاد آقای سروش کسی که در جهان جدید تجربه انسان جدید رو نداشته نی شما وقتی یک بار این تجربه رو نداشتی که آقا من برم یک جایی نیمه مست بیام در خیابان‌های این جهان در خیابان‌های پراگ روم لندن شب راه برم تو این خیابان زندگی رو از این لنز تجربه کنم آقا این تجربه مهمیه در این جهان و شما نداشتی این تجربه رو شما این تجربه رو نداشتی که آقا بری کنار دریا با اقوام و خیشانت زن و مرد آقا مایو بپوشید بری تو آب آب بازی کنید بیاید بیرون زیر ساحل دراز بکشید این کار رفتار عادی است که انسان ها می در این کشورهای جامعه غربی آدم میرن سونا زن و مرد کنار همین زن و شوهر نشستن اوریان در این اسکاندیناویایی اوریان در او و این رد شدن جهان بله جهان از این مسئله رد شد این آدم های فاسدی نیست این آدم های مربوطه به قرن 21 در قرن 21 می شود این گونه رفتار کرد و ایشون هنوز اینها رو یعنی ایده هاش این ولیو هاش ارزش هاش در جهان گذشته گیر کرده چرا برای اینکه هنوز که هنوز فکر میکنه نماز شب خواندن است که مهم است برگشت گفت آقا اون خمینی که نماز شب خونده بود تازه فیل شد چه برسه به شماها که تقوا هم ندارید میخوام ب... یعنی نکته اینجاست که میگه آقا شما شماهایی که نماز شب نمیخونید که هیچی اصلا تمام شماهایی که دین ندارید و نماز شب نمیخونید که هیچی منطق منطق دینیه دیگه, اونی... دیگه, دیگه. ببین که من دیگه نماز دیگه شب میخواند. من بگه نکته شد بله ببخشید خواهش من بگه نکته دیگه هم از این بگذریم بگی جایی هم این اشاره کرده که این افراد سالها در ایران نبودن حالا اولا که این یه کلیگوری... کلیگویی به نظر من تقلیل گرایانه است به این دلیل که اولا حداقل تو کسی مثل علی کریمی تازه اومده بیرون چند ماهه که اصلا از ایران اومده بیرون یعنی حداقل اون آدم از توی عبدالكریم سروش نمیدونم عبدالكریم سروش شاید حدود 20 سالی میشه که خارج از ایرانه تا جایی که یا خب شما مگه ایران رفت آمد میکنی یا مثلا شما دسترسی به سورسی داری یا کاری جاهایی داری که حضور مثلا جدی از کسای دیگه است خب اینو باید بفهمی اصلا علی کریمی نبض تپنده ایرانیان بیشتر دستش است یا اصلا آقا بی خیال تو تو, هم. تو ایران تو جوون دوازده ساله رو بیاری الان اگه بهش بگی سروش اصلا نمیفتازی با یه کسی دیگه اشتباه میگیره اصلا تو در جای در ایران جایی نداری جایی نداری اصلا یعنی تعارف که نداریم 20 سال پیش سی سال پیش این اتفاق بود و موقع که در جلوی دانشگاه مشهد و جلوی دانشگاه تهران پشت نرده ها دانشجوها صف میکشیدن برای سروش بود ولی نیستی الان شما تو بازی نیستی خب این آدم حالا یک سلبریتی فوتبالیست اصلا نسل جدید نمیشناسه نسل جدید مرمه. شاملوش هم نمیشناسه مگه یه دونه خواننده رو مثال زده بودن با شاملو کسی نمیشناخ شاملو تعارف نداریم به این نباید به شما فشار بیاره نه به سروش و به کل جریانی که حالا چه روشن فکر دینی چه غیر دینی نباید به شما فشار بیاری این یک نرمه این یه چیز خیلی عادیه ممکنه یه خواننده رو یه ورزشکار رو نمیدونم اینا رو بیشتر بشناسن فشار نباید بهتون بیاره چرا ناراحت میشی که بازی ندادنت آرامش باید داشته باشی و با توانایی رو داشته باشی که نقد بکنی اتفاقا و این مسئله بسیار به نظر من مهمه ولی این مسئله چرا مهمه از این جهت مهمه که حالا علی کریمی به کنار که تازه اومده نفرات ای همون که اونجا حضور داشتن و این نفرات خارج از ایران هستن من اینجا حالا میخوام به عنوان پوینت مثبتش بگم با این حال این نفرات ما دشمنی نداریم که به هر ترتیبی با هر خطاب و کاستی و نقصی مسئلهشون ایرانه به هر ترتیبی یعنی به ایران ف... یعنی دقیقاً در... درگیر است مثلا فعال حقوق مثلا کشور آنگولا نیست که ما میتونیم تو همون زمینه بهشون نقد داشته باشیم که بحث جدی به منم میشه به همه میشه نقد داشت اما نمیتونی تو یک نفر رو به دلیل اینکه دور افتاده از جغرافی های سیاسی که بومشه منطقهشه سرزمینشی که به ستم در واقع گرفته شده بیای اونو بگه تو دخالت نکن تو شعور نداری و بعد در نهایت هم بگه که این نکته مهم بود میگه سرنوشت سیاسی کشور ایران مردم ایران باید نمیگه من نظر منه میگه باید توسط داخل و افرادی که در داخل هستن اتفاق بیفته من پوینت همین منظور سروش از داخل یه چیزه همون خاتمی و موسوی همون جریانی که برآمده از دل هاشمی رفسنجانیه و اینا دنبال همون نخستن و خیلی روشن داره میگه که آقایان و خانومها ها و مردمی که خارج از ایران هستید یا پیرو اون نگاه اصلاح طلبانه یک کوچولو مسلمان باشی و یه کوچولو نمیدونم حالا مجلس قرآن بذاری خب میدونی مجلس قرآن اینا اینجوریه بیرون بدون روسری ان تو مجلس قرآن به افتخار قرآن مثلا الا روسری هم میذارن اشکالی هم نداره باشه اما اینکه تو جماعتی رو اونم جماعت ایرانی رو که اینا زده شدن از دین توف دیگه نمیندازن تو صورت دین یه دیگه هم باشن دیندار باشن اشکالی نداره ما حقوق اونها رو هم رایت باید بکنیم اما تو میگی باید پیرو و اون نگاه باشی این نگاه خطرناکه این نگاه نطفه دیکتاتوریه این نگاه نطفه همون چیزیه که در ازش دفاع میکنه یعنی خمینی مگه خمینی پیش از انقلاب همینو نمیگفت پیش از 57 دقیقا هم میگفت مارکسیستام آزادن فلان آزادن نمیدونم بی اجاب با فلان موقعی که به قدرت رسید بازی رو عوض کرد کسانی مثل سروش دقیقا به این دلیل که از بدنه اجتماع قطع شدن هیچ شناختی نسبت به اجتماع ندارن شناخت ما داریم تعارف هم نداریم با قلب ایران الان چند ساله 18 ساله بی... بیش از 18 ساله خارج از ایران یا خود تو ما با قلب ایران در تماسیم و میدونیم چه اتفاقی داره میفته شاهین فراتر از زبان هم هست فراتر از شناخته همراهی ام. و همدلی است همدلی یعنی تو بپذیری که آقا انسان قرن آخه بنیاد شناخت دیگه میدونی بنیاد شناخت تو که شناخت نداشته باشی. باشی که نمیتونی همدل بشی که من جوون 18 ساله امروز میشناسم که چه مشکلاتی میتونه داشته باشه دهه 80 امروز که تو خیابون میاد ما اینا رو میشناسیم با اینکه بدن به بدن نبوده ولی میدونیم خاص هاش چیه اونم داره همین رو داد میزنه اونم میخواد گرایش جنسی خودشو فریاد بزنه اونم میخواد آزادی داشته باشه اون اصلا مسئلهش اتفاقا سیاست, حل... سیاست, های کلان نمیدونم آه... کشور نیست که میگه آقا من آزادی میخوام آزادی های سطحی و دم دستی میخوام و دقیقا تو همین زمینه با کسی مثل سروش در دو جهان متفاوت روبرو میشه و یک امنیت برد. نسبی اقتصادی یک امنیت نسبی اقتصادی میخواد میخواد مثل آدم های نرمال این جهان بره آقا کافش رو بره چمت... آقا شما با آقای با سروش یک بار تو عمرت کازینو رفتی آقا یه بار رفتی اونجا بنشینی اینا مهم بابا 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 نمیخواد بازی بکنه با فقط شعور داشت من اینا اینا بازی چیزن... منم کازینو ولی میدونم با دیدم بالاخره بله. چیه بحث سر همینه اینا با نشانه های جهان مدرن دشمنی دارن از از عشقشون صحبت میکنه خیلی نکته جالبه این عشقی که صحبت میکنه هنوز عشق مدل مولویگونه است آقا تمام اون جهان مرده اون جهان در خاک رفته این عشقی که مثلا رابرت ستنبرگ میگه که از یک سزل مثلث صحبت میکنه که بیسیس روانشناسیه من مطمئن نمیشون تقریبا اطلاعاتشون از روانشناسی مدرن صفر است و این یعنی اطلاع نداشتن از جهان جدید و وقتی شما اطلاعات از جهان جدید نداری میخوای جهان رو به سمت جهان گذشته ببری و نگرانی که چرا طرف نماز شب نخوانده و کسی که نماز شب باید, 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 حرف بزنه ولی اجازه ما اگه بخوایم در مورد صحبت های سروش صحبت بکنیم چه نکته دیگه فکر می‌کنی در این زمینه به ذهنت میرسه که به اون نکته من فکر می‌کنم که همین بحث بحث جغرافیا خیلی مهم بوده یعنی با این تفکی که این آدم کرده و بعد اشاره به گرایشی که در واقع داره به بحث موسوی و خاتمی و یه جایی هم خودش هم میندازه اون وسط که میگه آقا ما نقدی داشتیم به اینها و خوشحالیم که الان موسوی و خاتمی حالا خاتمی که نه موسوی در واقع اومده و لباس در واقع به شکلی جدیدی پوشیده و داره حالا گذر میکنه که از اون نظم قانون اساسی که پیش از این اینها قائل بهش بودن الان با با توجه به این شناختی که ما به صحبت های سروش داریم و به نظر منم صحبت های تازه نیست نگاه شما میشناسیم چه نکته دیگه میتونیم در این زمینه بگیم من نکته که میتونم بگم اینه که به نظرم آقای سروش به یک در یک گیر کرده و این تناقض مهمترین نکتهش قطع شدن ارتباط ایشون با جهان جدیده و این تناقض باعث شده که ایشون داره میبینه که آقا دینداری به شیوه گذشتش کار نمیکنه مجبور ایشون بره سراغ تئوری رویاهای رسولانه مجبوره بره سراغ اینکه آقا حضرت محمد هم شخص خشنی بود آقا جنرال جنگی بود مجبوره بره سراغ معرفت شناسی که به سمت نیمه دموکراتیک و پرگماتیک مدل سندرزی و مدل جان دیوی سال وارد اون نمیخوام بشم و این مجموعه تناقضا با هم از یک ادب ببخشید که این رو دارم میگم با اینکه ایشون رو دوست دارم برای خودشون احترام قائلم من ازشون خیلی آموختم ولی یک عدم صداقتی پشتش هست و این عدم صداقت از کجا میاد از اینکه آقا شما میخوای پافشاری بکنی بر چیزی که ایمانت رو تشکیل میده گل شیفته من کار ندارم چه کرده ولی وقتی که برهنه شد حالا به خاطر مسئله شخصی بود خاطر تبلیغ هر چه که بود اومد آقا این این جرأت و جسارت رو داشت که یه همچین کاری رو کرد درسته شما نشد یک بار من ببینم آقا حداقل به خاطر جلوی آقای خامنی واسن ریشت رو بزنی آقا او برهنه شد شما یک بار ریشت رو شیف می‌کردی یک رواد میزدی می‌گفتی آقا من در احترام به تمام کسانی که به اونها ستم رفت حالا ما میگیم ما فکر می‌کردیم یا یه دی فکر میکنن که آقا گلشیفته به خاطر اعتراض به آزادی برهنه شده فرض بکنیم که اینم نبوده اصلا به خاطر فرق حداقل حداقل این شجاعت رو داشته که بگه آقا این بدنم مال خودمه زندگی من به خودم مربوطه این کارم کردم اینم جهان جدیده شما بتونید باید تحمل کنیم همدیگه رو شما نشد یک بار حداقل یک روشی به کار میبردی که نشون بدی آقا من همدلم با تمام این کسانی که قربانیان جنایات دین شده اند این اتفاق نیفتاد متاسفانه و ایشون هنوز بر تبل نوعی از دینداری میکوبد که این تناقض من به عنوان خدا ناباور بارها مجبور شدم از ایشون دفاع بکنم در مقابل کسانی که میگفتن آقا شفاف نیست آقا چرا مغالطه میکنه و الان میبینم دیگه این موزه گیری که به خصوصیشون در مورد برهند شدن،, بره شدن گلشیفته گرفت دیگه میبینم قابل دفاع نیست دیگه قابل دفاع ولی نیست. من استقبال میکنم من 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 میگم من استقبال میکنم هر چقدر اینها به این شکل افشا بشن و بیشتر فاش بکنن اون چیزی که فکر میکنن و چون نرمترین اینها هم در نهایت همین فکر رو دارن و همینو دنبال میکنن یعنی همون بازی خالزنک جنک مردکی هست که اینها در درون خودشون هم همین جریان رو دنبال میکنن فقط بحث اینه که اینها بدونن در ناگه جامعه ایرانی در چه مرحله ای هست نیروهای خودشون هم آوردن چهره های جدیدتر هم آوردن استقبالم نشده اقبال اینها نخواهند داشت به این دلیل که جامعه ایران یک جامعه رو به سمت مدرنیته هست یک جامعه که میخواد پوست بندازه و اساسا این حرف ها رو دیگه نمیفهمه جوون امروز دیگه نمیخواد وارد به اون بحثایی بشه که مربوط به سی سال پیش بود جوون امروز داره با یه جای دیگه پیش میره همون سی سال پیشش اگر از آقای سروش میپرسیدن آقا فرق صدای همیرا و هایده رو میفهمی ایشون نمیدونست چون نشنیده بود الانش هم اگر بگن فرق هنر جدید چیست جوان جدید چی گوش میده نمیداند و مشکل اینجاست که ایشون از جریان‌های دفاع میکنه که این جریان ارتباطشون با نبض تپنده جهان جدید قطع هست ایشون از ازش بپرسید که آقا سخن شما برای این نسل جوان چیست هیچی نداره بگه مت... دوکینگز دوکینگز رو ایشون نقد کرد کتاب دوکینگز رو متاسفم که این رو بگم من اون موقع نشد که برم و نگفتم ملاحظه کردم الان دارم میگم به شدت سطحی بود نقدی که ایشون از کتاب دوکینگز کرد یعنی حتی نفهمیده ایفیزم جدید رو یعنی ایشون با جوان که این روزها بی خدا هست دنبال میکنن دوکینگز با تمام پیریش در هفتاد و خورده سالگیش نبز تپنده جوان ها در دستشه یعنی دوکینگز شما بشینی کنارش آقا گیم ور داره با شما بازی میکنه آقای سروش یه کانسول بهش بدی حتی نمیتونه این کنسول رو روشن کنه یعنی یعنی آقای سروش بهش گیم بدی روشن کنه حتی نمیتونه روشنش کنه در حالی که این جهان جدید است نه 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 خب اینو در نظر داشته باش دیگه این خاصیت شخصی مثل دوکینز نیست چون دوکینز از دل همین جهان بیرون اومده و اینجا نه حالا دوکینز با جدی ترین فیلسوفان غربم که تو میشینی اینا ال جی تی کیو رو میشناسن یا رو بابا. میشناسن اینا, اینا فمینیست ها حتی فمینیست ها حالا ما برگردیم به بزا سروش ما برگردیم به سروش در نهایت پس به این نقطه میرسیم که عدم شفافیت و این عدم شفافیت طبیعتا و صد... و صداقت ناشی از عدم شجاعت یعنی ایشون عدم شناخت نسبت به جهان مدرن به عدم, شناخت عدنه. نسبت به جهان مدرن که این عدم شناخته احتمالا موجب عدم شجاعت یعنی شجاعت کافی و نداره که اصلا توانایی اینو داشته باشه که بشناسه و پوست بکنه و بیاد اعتراف بکنه که آقا بله من در جهان مدرن هستم و در جهان جدیدی هستم که این جهان جدید با خواستهای من و با, افکار پیشین من همخوانی نداره یه چیز یه شتورگاف پلنگی میشه که امروز داریم میبینیم و هر بار که... دو تناقض هست این و, فقط اینم بگم اون چیزی که ایشون فکر میکنه سواد است در جهان جدید خیلی متناقضه با اون چیزی که در جهان جدید دیگه در دیگه. جد سواد آره. بخشش اینه که شما جوان امروزی میبینید 10 تا کشور مختلف زندگی کرده این ور اون ور کار کرده بلده که چگونه با جهان با فرهنگ های مختلف ارتباط یعنی از این مرزها دیگه, 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 دیگه. گذشتن دیگه جوان جدید از،, از مرزها گذشتن و اینها در مرزهای به نظر من ابتدا ذهنی خودشون گیر کردن و بعد با همون مرزهای کوچک ذهنی خودشون میخوان مرزهای در هم تنیده شده یا از از هم گسیخته و فراروی از مرزهایی که در بین جوانان و از, از, اساس نسل جدید وجود داره که ما هم جزوش هستیم با اون میخوان قضاوت بکنن و این قضاوت به جای من یه پیشنهادی هم آخرش بفق. دارم برای آقای سروش یه پیشنهاد دارم حالا امیدوارم واقعا من از معذرت بکنم چشون ممکن این رو بشنون هیچ قصه توهی نه به ایشون نه راحت باش, هاشون باش. چون من بزنهاد. دوست هستم با فرزندانشون ندارم و خیلی هم دوست دارم خیلی هم ازشون یاد گرفتم ولی یه پیشنهاد دارم من مطمئنم ایشون چهار تا از این سریال هایی که جوان ها دیدند رو ایشون ندیدن من واقعا پیشنهاد چند تا از این سریال های معروف که این روزها ذهن جوانهای جدید رو تو جهان ساخته میشه و اینا میبینن روشون ببینند اگر بردبینانه بهت بگم ببین اینا اگر قرار بود من فکر میکنم هنوز اولا تلویزیونای ایران رو نگاه میکنن همون صدا و سیما نگاه میکنن تعارف که نداریم یا در بهترین حالتش اینه که رادیو مادیو ها مثلا از اینور گوش بکنن اینا از اساس یه جای دیگه دارن زندگی میکنن اینا فقط جغرافیایی جاشون عوض شده یعنی بعد از 20 30 سال زندگی در غرب در یک جهان ایزوله بسته سقف کوتاه دیدیم دیگه دیگه ما به حال دیگه بعد از این 20 سال زندگی کردن در غرب دیدیم دیگه م. که اینا جهان ذهنیشون همون جهانه اینا فقط بلند کردن همون قفس رو آوردن اینجا و تو همون قفسه دارن زندگی میکنن متاسفانه توی غرب هم جمع ها همونه ای از دوست اصلاح طلب مذهبی جمع میشن ایشون رو دعوت میکنن یک ناهاری یک شامی یک سخنرانی دو دوبا... یعنی ایشون در همین حلقه ها میگردن متاسفانه ارتباطشون با جهان جدید قطع برای همینه که این نظرها رو میدن و این متاسفانه آره آره, آره،, آره. من فکر میکنم بیش از این که یا پیش از این که به ایشون توصیه ای بکنیم باید به اطرافیانشون و خصوصا اطرافیان جوانترشون که یک چند نفرشون من میشناسم آدمای درستی هم هستن اونها شاید یه مقدار جوانترن تحصیل کرده غرب هستن اونا به ایشون مثلا یه چیزی بدن یا صحبت نکنه یا حداقل صحبت میکنه یه مشاوری بگیره و اینجور به نظر من خبت ها به ضرر ضرر که خب تا الان دادن خیلی سوخت دادن حداقل دیگه این ضررها رو ندارن چون چهار نفر مثل ما میاد اینجوری حرف میزنیم بالا بدون توهین و فحاشی و اینا محترمان و نقادانه میام حرف میزنیم این خیلی حالت خوبیه ایشون بسیار خودش من میدونم که شاکیه که چرا جامعه به من فحاشی میکنه خب استاد شما این حرف ها رو میزنی و وارد این حوزه ها میشی اینجوری میشی شفافی عدم شفافیت عدم صداقت عدم شجاعت عدم شناخت بعد انتظار داری که جامعه عصبانی عصبانی که خون گریسته آدم از دست داده جوون از دست داده میای میخوای یه کسی مثل موسوی رو غالب بکنی به این جامعه یا عناصر دیگه و از منظر دینی با این مردم صحبت بکنی پاسخی که میگیری فحشه ما ها میایم با محترمانه باهاتون صحبت میکنیم نقد میکنیم و داریم هی اسرا. من الان دو سه تا برنامه خودم تو برنامه خودم به این مسئله اشاره کردم که آقا چهار نفر نیست ایشونو مشاوره بده مثلا تعجب میکنم. حیف چون به هر حال میتونن ایشون کارهای خودشون رو انجام بدن تو همون زمینی کاری خودشون اگر یک ف... اگر من با این اگر موافق نیستم اگر فوتبالیست و بازیگر و نمیدونم هر کسی دیگه با عدم شناخت جدی سیاسی در واقع اجازه نداشته باشی که در مورد سیاست صحبت بکنه شما هم اجازه نداری شما ای که خطا کار تازه هستی در واقع میتونیم بگیم متهمی حتی شما یه نظمی رو آوردی ما این چیزی که بدبختی که داریم میکشیم به خاطر کارهای شماست بگین من نوعی یا وریا یا کسای دیگه ما ها چرا باید تو اینجا زندگی میکردیم و خودت هم آواره شدی اصلا ایشون گفتن به خم... خمینی گفتن که ایشون این جمله آخر گفتن ایشون همه مردم ایران چقدر مردمی بود تمام توده مردم ایشون رو میخواستن اگر اینطوری باشه که این جماعتی که اینجا بودن آقای پهلوی آقای کریمه و اینا که خیلی مردمی هن. پس اگر به مردمی بودن است و به, پاپی... به که اینها که شناخته تر شده هستند چرا این گونه نه. برخورد میکنید اه... نه اون حرف هم از اساس اشتباه بوده مش... و حتی مقبولیت و عمومی اینها چند تا پایه هستن اما همه پایه نیستن که بعد تازه یه چیز دیگه پایان بگم من حداقل توی این جلسه چی این نکته به نظر من مهمه که ایشون یه تهمت دیگه هم زده به اینجا این جلسه هیچ وقت نگفته ائتلافه این جلسه هیچ وقت نگفته که قرار رهبر بشن اینا و فکر هم نمی‌کنم حداقل حد حدس حد من ملینه یا بهتر بگم که امید دارم که این عناصر انقدر هوشیار باشن که چون شاهزاده رضا پهلوی که مشخص گفته من رهبری سیاسی برای آینده ایران نخواهم داشت این کامل مشخصی که به عنوان کارورز سیاسی نمیخواد ورود بکنه عناصر بعدی هم حتی گلشیفت و علی کریمی هم اونجا اشاره کردن که ما به هیچ عنوان با سیاست به عنوان سیاست ورزی سیاست کاری کار نداریم بقیه عناصر هم حواسشون باشه برای اینکه کسایی مثل سروش بول فول در واقع از اینا نگیرن اینا هم پیشا این پیش بیان هی مدام تکرار بکنن که ما چون حال سواد سیاسی نداریم کار سیاسی نکردیم شفافیت سیاسی هم که به هر حال وجود نداره ما هم قرار بر این نیست که بیام دو فردای دیگه پرچم دستمون بگیریم و رهبر سیاسی بشیم این اتفاق هم اگه بیفته و من تو اون نشسته در واقع ندیدم کسی اونجا ادعای رهبری داشته باشه حتی اگر فیگورش هم در واقع پشت صحنه داشته باشه اما ظاهرا نداره و امیدم دارم که نداشته باشن که خودشون بعد دوچار های بعدی دیگه نشن و ایشون یه نکته دیگه هم گفته بودن که اینا پرچم نذاشتن اتفاقا نکتهش همینه که اگه قرار بود پرچم بذارن که به, تب... به تناقض می‌خوردن یه کسی میخواد پرچم شیر و خورشید بذاره گلشیفته میگه این نباشه یعنی حداقل گفتن آقا سر پرچمم هم با هم توافق نداریم پرچم رو بذاریم مردم ایران انتخاب کا اتفاقا خوب است که یک پرچم مناقشه آمیزی نذاشتن اونجا که دعواشون بشه البته که پرچم نیز ایران, نیز ایران پرچم ملی ایران. سنتی و تاریخی ایران است و چیزی نیست که اساسا بشه رو شرط و بله بله چیز بله دلوقتي. ولی منظور یعنی که حداقل تو این جلسه هم این مسئله کانتروورشال و مسئله جنجال بیو مثلا یعنی حداقل تایی گفتن مسئله ما آزادی و دموکراسی شما ایرادهایی میگیرید که این اداد صادقانه نیست این از عدم صداقت است به نظر من متاسفم درست هم. بسیار عالی بریای عزیز امیدوارم که این جلسه مفید باشه و باز هم در خدمت شما عزیز دوست داشتنی باشین زنده